صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیسترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه سوم ماه نوامبر سال 2018 میلادی برابر با 12 آبان ماه 1397 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز و خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در رادیو ایران 670 AM KIRN با سیامک ثابت‌ایمانی کارگردان فنی برنامه و مدیر تولید رادیو با شما خواهیم بود. خب قبل از هر چیز اعلام بکنم که این برنامه از پیش ضبط شده و من در استودیو به صورت زنده حضور ندارم چون در سفر هستم. در نتیجه امروز اول برنامه خبر هفته نداریم، فقط یک اشاره سریع بکنم به حمله وحشیانه‌ای که در آمریکا به یکی از کنیسه یهودیان انجام شد هفته‌ای که گذشت و تمام خبرهای هفته گذشته رو تحت تاثیر قرار داد و این که بگم هر چی میگذره به این نتیجه میرسیم که حال دنیا بده همه جا و دیگه بیش از این نمیخوام صحبتی بکنم، شما همتون در جریان بودید. ولی علت این که من در سفر هستم اینه که در تدارک برنامه 11 نوامبر هستم، برنامه‌ای که به یاد بیژن مفید در شهر لس آنجلس داریم برگزار میکنیم همراه با برنامه‌های متنوع و اجرای یک نمایش فوق‌العاده جالب توجه به اسم خاله سوسکه. و در این رابطه رفتم شمال کالیفرنیا که تایی تدارک شد با شاهرخ مشکین قلم بدیم برای یک شنبه هفته بعد و شما رو بیشتر در جریانی میزنیم. روی فیسبوک من و تمام رسانه‌های اجتماعی من خبرش و اطلاعات مربوط به این برنامه هست. و ما امروز همونطور که گفتم اشاره کردم به این که برنامه‌ای برای بیژن مفید داریم برگزار میکنیم، علتش این هستش که روز دوم نوامبر 1984 بیژن مفید در لس آنجلس درگذشت و 34مین سال درگذشتش رو پشت سر گذاشتیم و در این سالها در واقع در مورد او و برای او کاری انجام نشده و من به عنوان یک دوست قدیمی، به عنوان یک همکار رادیویی در رادیو امید و به عنوان یک هنرمندی که برای بسیاری از شما قابل احترام و آشناست، فکر کردم که باید یک برنامه ویژه برای او تدارک ببینیم و این برنامه روز 11 نوامبر هست. ولی امروز هم در رادیو برنامه ویژه‌ای به این مناسبت تدارک دیدم، به آرشیف سر زدم و برای شما چند قطعه از برنامه‌هایی که روز مرگ بیژن مفید که خبرش ناگهانی بود و همون صبح شنیده بودیم رو درآوردم براتون میذارم که ببینید در اون سالها در رادیو امید ما چه می‌کردیم و بعد بلافاصله هفته بعدش یک برنامه ویژه برای او تدارک دیدیم و از اون برنامه ویژه هم چند قطعه رو برای شما بازپخش خواهم کرد، از آرشیو درآوردم. در واقع ساعت اول برنامه‌مون اختصاص داره به این برنامه ویژه. حالا در بخش اولی که میخوام براتون پخش بکنم اعلام برنامه رادیو امید هست. در اون روز، در روز دوم نوامبر 1984 صبحش توسط آقای گرگین و ادامه برنامه اون زمان همکار دیگرمون آقای ثابت‌ایمانی از سفر بودن یا در شهر نبودن و من مثل آچار فرانسه که هر وقت کسی نبود جای اون رو میگرفتم به جای آقای ثابت‌ایمانی خبر خوندم براتون، حالا البته نخوندم، نرسیدم مثل که درست بخونم. گوش بدونیم چه اتفاقی افتاد در یه برنامه زنده. شنوندگان عزیز، ساعت 8:28:13 است و به گزارش‌هایی که همکارم خانم سرشار به اطلاع شما می‌رسانند توجه کنید. گزارش روز را فروشگاه لوازم خانگی بیوتیفول هاوس تقدیم می‌کند. صبح شما بخیر خانم سرشار. صبح شما بخیر آقای گرگین. خدمت همه شنوندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم و گزارش‌های روز امروز هم رو با اندوه بسیار از شنیدن خبر درگذشت ناگهانی بیژن مفید آغاز میکنم که فقدان بسیار سنگینی برای همه ما خواهد بود. بیژن مفید یک هنرمند جهانی بود با حساسیت و مسئولیت و رسالتی که از یک هنرمند با ارزشی چون او انتظار میره. خیلی عذر میخوام.
جورج شولت وزیر خارجه ایالات متحده. مذارب خانم آقای گرگین، من میتونم گزارشامو بدم. خواهش میکنم خانم سرشار، گزارش های شما رو دقایق دیگر خواهیم شنید. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که گزارش های همکارم خانم سرشار رو در لحظاتی دیگر بشنوند. خانم سرشار بار دیگر صبح شما بخیر. من درجه اندوه و تأثیر شما رو میدانم و خودم در اینجا به زحمت نشستم. اشکال عمده در این است که عزیزان، انسان آدم رو تنها میگذارند، ولی انسان ناگزیر هست به کارهایی که حتی بعضی از اونها رو بهش علاقه نداره بپردازه و اونها رو ادامه بده. گزارش های روز رو به اطلاعات مرسنم آقای گرگین. جورج شولت وزیر خارجه ایالات متحده و وزرای خارجه کشورهای نیمکره غربی که در برزیلیا پایتخت برزیل گرد آمدند، امروز در جلسه افتتاحیه سازمان کشورهای آمریکایی شرکت کردند تا در مورد بدهی‌ها و رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین بحث کنند. شنوندگان عزیز، پیش از اون که از شما دعوت کنم به گزارش های همکار عزیزم خانم هما سرشار توجه کنید، به اطلاع شما میرسونم چون تلفن های بسیاری شده و تقاضا کردن اطلاعات بیشتر در اختیارشون قرار بدیم. مجلس یادبود همکار و دوست عزیز و هنرمند از دست رفته ما بیژن مفید روز یک شنبه پس فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در وست وود ویلیج مورچوری واقع در خیابان گلندون شماره 1218 خیابان گلندون 1 بلاک شرق وست وود برگزار می شود روز یک شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. اگر شما نیمی از عمر خود را با کسی بگذرانید، وقتی او شما را ترک بگوید، آن نیم را هم با خود می‌برد. و این حکایت من و بیژن است. و این چه حکایتی است که ما قدر آدم‌ها را وقتی بیشتر می‌دانیم که از میان ما می‌روند. دردناک‌ترین کارها سخن گفتن از دوستی از دست رفته است و من و بیژن چنین قراری با هم نداشتیم. بنابراین دیگر از بیژن برای شما چه میتوانم بگویم؟ وقتی به او فکر میکنم صفتی بهتر از انسان برای او نمییابم. مثل پرنده ای که در او شور مردن است، مثل شکوفه ای که در او شور ریختن، مثل همین پرنده خاموش کاغذی آنجا نشسته بود، نگاهش پرندوار و پشت او به باران. باران پشت پنجره بارید و ایستاد. من بیم داشتم که بگویم شکوفه ها از کاغذند. آزاد محمود مشرف آزاد تهرانی، یکی از دوستان مشترک و قدیمی من و بیژن مفید، این شعر را برای بیژن مفید گفته بود. خب دوستان، این بخشی از برنامه ویژه‌ای بود که برای بیژن مفید پخش کردیم. از شما دعوت میکنم به دنباله این برنامه توجه کنید به سخنان دوست بسیار نزدیک بیژن مفید، کامبیز قائم مقام، که اون روز از بیژن برای ما گفت. بیژن مفید بود که ساده ترین نوع استدلال توهینه، مشکل ترین نوع استدلال منطقه. و میگم خب خیلی ساده است، همه از ساده ترین نوع استدلال صحبت میکنن. در رابطه با راست میگفتش که راست هیچ گونه حسن نیتی نسبت به جامعه ما نداره و میخواد سوء استفاده بکنه، منتها جامعه ما رو شناخته. در رابطه با چپ میگفت که چپ کاملا حسن نیت داره، منتها شناخت درستی از جامعه ما نداره. بیژن مفید شرایط رو فهمیده بود، درک کرده بود. بهش میگفتم چرا توی نمایشنامات راه حل نشون نمیدی؟ میگو اگر من بذارم خلق پیروز شد اون وقت درست میشه. وظیفه یک هنرمند اینه که شرایط و اشکالات جامعه رو بگه، نه اینکه
بیاد از اول شروع کنه نسخه دادن برای جامعه رو که هیچکی نمیشناسه. بیژن معتقد بود که این فرهنگ جامعه آسیایی که عقب مونده است. اینطور نیست که این جامعه رو با صحبت کردنهای این ور اون ور و فریاد کشیدن و شعار دادن بتونه آدم حل بکنه. بیژن خوب شناخته بود موقعیت رو. منتها هر کسی که واقعیت رو بگه آدم ناامید و پاسفیست و غیره بهش و بحچتف داده میشه، اینطوری به نظر میاد. همه از واقعیت ها میترسن، اینو خود بیژن همیشه میگفت. منتها با تکرار واقعیت هاست که ملت میتونن وارد بشن، روشن بشن که آقا این واقعیت ها رو کی ما میتونیم بهشون برسیم، چطوری میتونیم درستشون بکنیم، نه اینکه از اون وره قضیه بلنشیم. بیژن مفید آدم معمولی نبود، بیژن مفید یک انقلابی بود. اما اگر بیژن مفید انقلابی بود، به شیوه خود انقلابی بود و شباهتی به بسیاری از انقلابیون معاصر نداشت. او در مورد وظیفه هنرمند بسیار حرف داشت و روزی در مناظره با نادرپور درباره تعهد در هنر چنین گفت: اولا به نظر بنده هنرمند غیر متعهد وجود نداره. آدم یا هنرمند هست یا نیست. اگر هست متعهد هست، از این دو حال خارج نیست. نادر از اون روزی که شروع کرده به شیوه شعرش کار ندارم، چون تخصص من نیست، نمیخوام در این باره دخالت بکنم، اما از اون اولین شعرهاش، اون شاعرانه ترین شعرهاش، همیشه میبینید که دست میذاره روی نبض‌ها، روی رگ‌ها، مثل یه جراح میشکافه و میگه خب آقا حالا یه جراح بیارید اینا رو درست بکنه، یه دکتر بیارید اینا رو پیوند بده. اون وظیفه اون نیست دیگه. به نظر من اشکال در اینجاست و حالا طبعا در سالهای اخیر متأثرتر هست از زمان، حوادث تغییر کرده، بازتر شده حرفش، وگرنه از روز اولم همین بوده. دنباله پخش برنامه ویژه بیژن مفید را پس از آگهی ها خواهید شنید. اون زمانهای قدیم زیر گنبد کبود میون جنگل سبز لای درخت ها بنیاد هنر برگزار میکنند. برای نخستین بار در لس آنجلس نمایش خاله سوسکه برداشتی آزاد از شهر قصه به یاد بیژن مفید، کارگردان و لعبتباز شاهرخ مشکین قلم، راوی بشرا دستورنژاد، دو اجرا در یک روز، یک شنبه 11 نوامبر 2018. ساعت 2 بعد از ظهر نمایش خاله سوسکه ویژه دانشجویان، نوجوانان و خانواده های دارای فرزندان کوچک. ساعت 6 بعد از ظهر یادمان بیژن مفید و نمایش خاله سوسکه. مکان American Jewish University گیندی اودیتوریوم، واقع در 15600 مال هلند درایو، تقاطع مال هلند و بزرگراه 405. تهیه بلیت آنلاین www.iranyticket.com/خاله‌سوسکه. تلفن اطلاعات 310-4700 با مدیریت سازمان هنری باترفلای باز. الو رفی، بابا کجایی تو؟ حالا چون اوبری به ما لیفتیا زنگ نمیزنی؟ نه جونت، رو تصادف کردم. بعد طرف اومد تو صندوق عقب، خودم داغون، ماشین فرغون. 3 ماه سینخیز میرفتم، یدیدی به دادم رسید، این کوک پشتم وایساد. از خودم و خانوادم تیکر کرد فرست کلاس. دکتر بالا سرم آورد، بقراط حکیم، معجزه کرد. یه تیم داره فقط مخصوص اوبر و لیفت، چارچرخ بیمه اوبر رو برد هوا، خسارت گرفت کنتینانتال. الانم وضع جسمی و مالیم توپ توپ. هر جا تصادف اوبر و لیفت دیدی بهشون بگو غیر از یدیدی روی موفقیت ندیدی. پس بفرمایین قبل از یدیدی شما برای اوبر کار میکردی، بعد یدیدی اوبر برای شما کار میکنه. راستی کدوم یدیدی؟ کامران؟ پنپا یدیدی 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 کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول و برتر در تصادفات. 818-999-99-99. اگر چند سالی است که بیمه های منزل و ماشین خود را مرور نکرده اید، این بهترین زمان است. ویلشر سنتر انشورنس سرویسز با 32 سال تجربه درخشان، کادر حرفه‌ای و بهره گیری از 50 کمپانی معتبر بیمه ای آمادگی دارد تا پس از مرور پالیسی بیمه های شما، بهترین و ارزان ترین بیمه را در اختیار شما قرار دهد. با ما تماس بگیرید تا از مزایای بیشتری بهره مند شوید. ویلشر سنتر انشورنس سرویسز، 818-925-0903. اگر چند سالی است که بیمه های منزل و ماشین خود را مرور نکرده اید، این بهترین زمان است. 818-925-0903. Wilshire Center Insurance Services با 32 سال سابقه.
دکتر جان رضاپور، چشم پزشک حاضر و پرتجربه جامعه چشم پزشکی، با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی و کادری مجهز، با همکاری چشم پزشک توانا دکتر پژمان بختیاری، خدمات چشم پزشکی خود را ارائه می دهد. در مراکز ادوانس آی سرجری کلینیک به سان مراکز دانشگاهی عظیم، کلیه اعمال جراحی چشم، جراحی کاتاراکت با لیزر و بدون بخیه، با پیوند پیشرفته ترین لنزهای داخل چشمی مولتیفوکال برای اصلاح دید دور و نزدیک و کلیه جراحی‌های لیزری گلاکوما و جراحی‌های نوین قرنیه، دیمک، دیسک، دارک و همچنین آخرین و جدیدترین شیوه درمان قوز قرنیه کراسلینکینگ مورد تایید FDA و لیزیک به شیوه جدید انجام می‌پذیرد. در انسینو ساختمان ایرانیان 818-205-1200، در لس آنجلس 310-657-3200. KIRN 670 AM Radio Iran. تالار 25 شهریور 16 سال پیش بیژن مفید را با نمایشنامه شهر قصه شناختم و حرفش به جانم نشست. دو سه سالی بود قلم به دست گرفته بودم و تشنه یادگیری و دانستن و هنوز به دنبال خود میگشتم و اینکه چگونه حرفم را روی کاغذ بیاورم. آن زمان دور دور نویسندگانی بود که لغت پردازی میکردند، پیچیده مینوشتند و فضل فروشی پیشه کرده بودند. نوشته هایشان را که میخواندی بسیاری مواقع نمیفهمیدی چه میگویند. همه شیفته کلماتی با تنین تازه و جملاتی طولانی بودند. گیج و گنگ به جا میماندی که چگونه معمای نوشته آنها را حل کنی، که بیژن مفید در آن میان به داد رسید با آن نثر روان و ساده و کلام شیوا و همه حرف ها را در قالبی دوست داشتنی در مقابلت گذاشت. هر یک جمله و یک قطعه از گفتارش پر از معنا بود و آنچنان دلچسب که ذوق زده می شدی، درست مثل کسی که گم شده ای را یافته باشد. پس می توان حرف دل را زد، می توان فریاد اعتراض برآورد و می توان حساسیت ها را نقش زد بدون آنکه نیازی به گیج کردن شنونده و خواننده‌ات داشته باشی. می توان تلخی‌ها را پیش روی دیگری گذارد، صاف و پوسکنده و بدون ابهام، بدون آنکه سنگینی بار وجود یک نصیحتگر پرمدعا را روی شانه طرف مقابل بگذاری و فراریش بدهی. صد البته که این کار بسیار مشکل بود، ولی چقدر زیباتر می نمود. محضرش غنیمت بود و شاگردیش یک آرزو. او را بر مسند مرشدی خود نشاندم و به دنبال مکتبش کشانده شدم. حساسیت‌هایش ملموس بود و از رنجی که می برد آگاهت می کرد. عظمت کمبودها و نارسایی‌ها را چه ماهرانه در قالب کلمات ساده می ریخت و بعد از تو می پرسید حالیته؟ بیژن مفید نشان داد با مردم باید با زبان خود مردم سخن گفت. دریغ بسیاری از آنان که می توانستند چنین کنند به قدری در پیچ و خم بازی با الفاظ و کلمات گرفتار آمده بودند که شنونده و خواننده را به کلی از یاد بردند. حیف که نثر نویسانی چون بیژن مفید را بسیار کم داشتیم. سلام علیکم آبجی خانم، بفرمایین حال شما چطور است؟ سلام مجدد پدرم، خاک به گورم، خاک به سرم، جهر با جلاب بشی ایشالا. نزاکتم خوب چیزیه، رجالتم خوب چیزیه، نه والا. آبجی خانم ببخشید اگر جسارتی شد، بنده فقط عرض ادب نمودم. خوب آخه خیلی آبجی خانوم نشد ایست. پس چی بگم؟ سیاه چشم، چه پرو، سفید رو، سیاه مو، سفید رو، سیاه ده. یه اسم خوب و خوش
رفت این دل قابل و رفت نگام بکن چه ماهم با چشمای سیاهم دهن دارم یونچه ابرو دارم کمونچه لپا مثل دروچه قدم ببین بلنده ایستم ببین کمنده تو کمنو شیطا کردی خوب منو پیدا کردی تو که منو رسوا کردی قفل دلم با کردی اتل و متل خلیفه کیسه خوبه یا لیفه چطوره بگم ضعیفه تش نخوری الهی با این همه سلیقه پس چی بگم فدایه فدایه خاک پایه میتونی بگی عزیزم عزیزم امیدم امیدم قشنگم ملوسم ملوسم قشنگم امیدم عزیزم بیا دورم بگردم با قربونم بگردم ملوسم بذار لبتو ببوسم بلورم بذار سرتو بجورم عروسم قشنگم عروسشو خوشنگم تالار انجمن ایران و امریکا 10 سال پیش بچه ها را به تماشای شاپرک خانم برده بودم جشنواره فیلم و تئاتر کودکان بود در طول اجرای برنامه گاه و بیگاه به قیافه بچه هایی که سالن را پر کرده بودند دقیق می شدم از کوچک و بزرگ روی صندلی هایشان نشسته بودند ولی مثل اینکه همه در حال پرواز بودند تنین نوای موسیقی و نثر موزون نمایشنامه همگیشان را هیجان زده کرده بود و شوق دیدار صورتک هایی که روی صحنه حرکت می کردن حالشان آورده بود در چهارچوب همین جشنواره فیلم ها و تئاترهای دیگری هم به نمایش در آمدند که به نام بچه ها ساخته شده بودند ولی هیچ جذابیتی برای آنها نداشتند بیژن مفید قصه گوی بزرگترها این بار بچه ها را اسیر کلمات و گفته های خود کرده بود پس از پایان نمایش بچه ها دلشان نمی آمد سالن را ترک کنند اگر دست خودشان بود می خواستند ساعتهای دیگر در این ضیافت چشم و گوش شرکت داشته باشند اولین تجربه بچه ها در رویارویی با تئاتر چه تجربه شیرینی بود شاپرک خانم دریچه چشمان ها را به دنیای باز کرده بود که نه ما و نه خودشان قبلا آن را لمس نکرده بودیم. شخصیت‌های نمایشنامه و داستان آن تا مدت‌ها برای بچه‌ها موضوع صحبت بود. نمایش رویشان اثر گذاشته بود و دوستش داشتند. اتفاق جالبی رخ داده بود. ولی حیف که بچه‌های ما داستان سرایانی نظیر بیژن مفید را بسیار کم داشتند. ازش تعریف میکنم سلام سلام خانوم کوچولو اغور بخیر این طرفا اون شهر فرنگی که همه تعریفشو میکنن شمایی والا تعریفشو چه عرض کنم ولی مردم بهم میگن شهر فرنگی البته همونطوری که ملاحظه میفرمایید بنده اصولاً یک کرم شبتاب است بله میبینم شما خیلی نورانی هست خب دیگه اینجا هم همین یه چیک نور خودش غنیمته خب بله آخه اینجا خیلی تاریک ای دیگه مردم اینجا هم دلشون به من و این شهر فرنگ خوشه
هر وقت قصهشون میشه دلشون میگیره میان سراغ من. شما خودتون چی؟ شما دلتون به چی خوشه؟ بنده؟ بله. اختیار دارین. خب بنده هم دلم خوشه که شعر فرنگی هستم، دلم خوشه که نورانی هستم، برای مردم قصه های قشنگ میگم، بهشون عکسای خوشگل نشون میدم. شما مرد خیلی مهربونی هستید. راستی شما خودتون هیچ وقت دلتون برای آفتاب تنگ نمیشه؟ سر به سرم میذاری خانم کوچولو. به بنده میگن کرم شب تا، یعنی وقتی که شب باشه تاریک باشه بازارم گرمه، توی آفتاب که دیگه کسی به ما محل نمیذاره. اینجا اقلا میتونم سر مردمو گرم کنم، اگه آفتاب باشه دیگه کی میاد شعر فرنگ بنده رو تماشا کنه؟ بله، اجازه میدین منم یه ذره تماشا کنم؟ البته خانم کوچولو، اول نیازشو بدین بعد هر چی که دلتون خواست تماشا کنی. نیازشو بدم؟ یعنی چی؟ خب جونم مفت و مجانی که نمیشه شعر فرنگ تماشا کرد، باس یه چیزی بدی. آخه من که چیزی ندارم بدم. ببینم بالات که پاره است، تازه اصلا به درد من نمیخوره. آه راستی تاجه. تاجم؟ آره آره. اینا شاخکای منه، به چه درد شما میخوره؟ تو چی کار داری کوچولو؟ بالاخره یه روزی لازم میشه. خب حاضری؟ آخه اگه بکنم جاش زخم میشه. دیگه میل خودته، اما تماشای شعر فرنگ من بیشتر از اینا میارزه. خب باشه، بفرمایید. حالا خوشم اومد، الان واسه یه نمایشی بدم که آفتاب فراموش کنی. خب بیا بیا جونم، بیا جلو. چشم. زانو بزن. چشتو بذار جلوی سولاخی. حاضری؟ بله. این شهر فرنگ، این از همه رنگ، این خیلی قشنگ، سوقات فرنگ. حالا نگاه کن، اینجا همه باغ، اینجا همه برگ، اینجا همه آلال و نیلوفر و میناس، اینجا همه زیباست، این شهر فرنگ، این از همه رنگ، این خیلی قشنگ، سوقات فرنگ. رادیو امید 2 سال پیش. هنوز کار رادیو امید آغاز نشده بود. عده ی علاقمند دور هم گرد آمده بودیم تا طرح برنامه رادیو را پیاده کنیم. چند ساعتی از هر در سخن گفتیم. هر کس نظری می داد و حرفی می زد. بیژن مفید ساکت در گوشه نشسته بود و به گوش. نوبت سخن گفتنش که رسید، در 2 جمله جان کلام را بیان کرد. گفت مردم در این موقعیت نه حال قصه های لیلی و مجنون شنیدن را دارند، نه نصیحت گویی و نصیحت پردازی را. مردم تشنه دانستنند. غم غربت، اندوه دوری و امثال این را همه دارند، خودشان تجربه می کنند. برایشان قصه نن من غریبم سر ندهید. آنچرا که تا به حال نداشتند با آنها بدهید. بگذارید حرف بزنند و حرف بشنوند.
در این موقعیت خاص بزرگترین خیانت به مردم خواب کردن آنهاست. اگر میخواهند بخوابند باید بیدارشان کنیم و اگر بیدارند و سردرگم کمکشان کنیم راهشان را پیدا کنند. در هر قالبی که میخواهید برنامه اجرا بکنید بکنید، نمایش، شعر، طنز، قصه، ولی از واقعیت دور نشوید. و بعد اضافه کرد بچه ها را فراموش نکنید، بچه ها باید با ما باشند تا یادشان نرود. وظیفه ما وظیفه بسیار حساسی است. او راست می گفت و به گفتش هم اعتقاد داشت. از آن روز بارها این صحبت ها را به یاد آوردم و بارها به دور و بر خود دقیق شدم. حیف که جامعه ما انسان هایی نظیر بیژن مفید را با چنین دیدگاه هایی بسیار کم داشت. در دشتی وسیع در دامنه رویانکو هزاران خیمه از سربازان ایرانی به چشم می‌خورد و در آن میان سراپرده منوچهر شاه پرهیبت‌تر از همه سر به آسمان کشیده بود و درفش کاویانی چون عقابی پرنده بر فراز خیمه او به اهتزاز بود. سه روز می‌گذشت که منوچهر شاه از سراپرده خود پای به بیرون ننهاده بود و جز اندیشیدن به شکست بزرگی که نصیب او و پهلوانانش شده بود کاری نداشت. منوچهر شاه می‌غرید و فریاد می‌زد: اکنون نیای بزرگ من فریدون کجاست؟ کاوه آریایی کجاست تا ببینند دشت‌های سرسبز جیهون که چراگاه اسبان ما بوده به آسانی از دست می رود. صدای بیژن مفید را که شنیدید بخشی بود از یکی از برنامه‌های او که برای رادیو امید می ساخت. بخش دوم در کوچه پس کوچه های غربت را پس از آگهی خواهید شنید. اون زمان‌های قدیم زیر گنبد کبود میون جنگل سبز بنیاد هنر برگزار میکنند. برای نخستین بار در لس آنجلس نمایش خاله سوسکه برداشتی آزاد از شهر قصه به یاد بیژن مفید، کارگردان و لعبتباز شاهرخ مشکین قلم، راوی بشرا دستورنژاد، دو اجرا در یک روز، یک شنبه 11 نوامبر 2018. ساعت 2 بعد از ظهر نمایش خاله سوسکه ویژه دانشجویان، نوجوانان و خانواده های دارای فرزندان کوچک. ساعت 6 بعد از ظهر یادمان بیژن مفید و نمایش خاله سوسکه. مکان امریکن جویش یونیورسیتی گیندی اودیتوریوم، واقع در 15600 مال هلند درایو، تقاطع مال هلند و بزرگراه 405. تهیه بلیط آنلاین www.iranyticket.com/خاله‌سوسکه. تلفن اطلاعات 310-4700 با مدیریت سازمان هنری باترفلای باز. الو رفی، بابا کجایی تو؟ حالا چون اوبری به ما لیفتیا زنگ نمیزنی؟ نه جونت، رو تصادف کردم بعد طرف اومد تو صندوق عقب، خودم داغون، ماشین فرغون. سه ماه سینخیز میرفتم، یدیدی به دادم رسید، عین کوک پشتم وایساد. از خودم و خانوادم تیکر کرد فرست کلاس. دکتر بالا سرم آورد، بقراط حکیم، معجزه کرد. یه تیم داره فقط مخصوص اوبر و لیفت، چارچرخ بیمه اوبر رو برد هوا، خسارت گرفت کنتینانتال. الانم وضع جسمی و مالیم توپ توپ. هر جا تصادف اوبر و لیفت دیدی بهشون بگو غیر از یدیدی روی موفقیت ندیدی. پس بفرمایین قبل از یدیدی شما برای اوبر کار میکردی، بعد یدیدی اوبر برای شما کار میکنه. راستی کدوم یدیدی؟ کامران؟ پنپا یدیدی 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 کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول و برتر در تصادفات. 818-999-99-99. اگر چند سالی است که بیمه های منزل و ماشین خود را مرور نکرده اید، این بهترین زمان است. ویلشر سنتر انشورنس سرویسز با 32 سال تجربه درخشان، کادر حرفه‌ای و بهره‌گیری از 50 کمپانی معتبر بیمه‌ای آمادگی دارد تا پس از مرور پالیسی بیمه های شما بهترین و ارزان‌ترین بیمه را در اختیار شما قرار دهد. با ما تماس بگیرید تا از مزایای بیشتری بهره‌مند شوید. ویلشر سنتر انشورنس سرویسز
818-925-0903 wilshireinsurancecompany.com. اگر چند سالی است که بیمه های منزل و ماشین خود را مرور نکرده اید، این بهترین زمان است. 818-925-0903 Wilshire Center Insurance Services با 32 سال سابقه. دکتر جان رضاپور، چشم‌پزشک حاذق و پرتجربه جامعه چشم‌پزشکی، با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تکنولوژی و کادری مجهز، با همکاری چشم‌پزشک توانا دکتر پژمان بختیاری، خدمات چشم‌پزشکی خود را ارائه می‌دهد. در مراکز ادوانس آی سرجری کلینیک، حسان مراکز دانشگاهی عظیم، کلیه اعمال جراحی چشم، جراحی کاتاراکت با لیزر و بدون بخیه، با پیوند پیشرفته‌ترین لنزهای داخل چشمی مولتی فوکال برای اصلاح دید دور و نزدیک و کلیه جراحی‌های لیزری گلاکوما و جراحی‌های نوین قرنیه، دیمک، دیسک، دارک و همچنین آخرین و جدیدترین شیوه درمان قوز قرنیه کراسلینکینگ مورد تایید FDA و لیزیک به شیوه جدید انجام می‌پذیرد. در انسینو ساختمان ایرانیان 818-205-1200 در لس آنجلس 310-657-3200. KIRN 670 AM Radio Iran. هنرکده هنرهای زیبا یک سال پیش. در حیات هنرکده دور میز کوچکی نشستیم. بیژن مفید و چند هنرمند دیگر که برای آموزش فرهنگ و هنر ایران به نوجوانان ما دور هم جمع شدند و این مرکز را به وجود آوردند، در انتظار ورود شاگردان علاقمند نشستند و با هم حرف میزنند. از روزی که این هنرکده آغاز به کار کرده است، بیش از 10-15 نفر در کلاس‌های موسیقی، نقاشی، تئاتر و خطاطیان ثبت نام نکردند. بسیاری از کلاس‌ها هنوز تشکیل نشدند چون هنرجو به اندازه کافی ندارند. گله از بی‌توجهی مردم و پدر و مادرهاست نسبت به هنر اصیل ایرانی. بیژن مفید می‌گوید بچه‌ها با زحمت زیاد اینجا را روبرو کردند و همه ما آماده ایم که نگذاریم در میان ایرانی‌های اینجا هنر و موسیقی سنتی فراموش شود. مردم زیاد دل نمیگذارند، ولی من امیدوارم. حتما تا چند وقت دیگر دورمان جمع میشن. حیف که هنرمندانی نظیر بیژن مفید را در این برهه زمان کم داریم و حیف که فرصت بهره گیری از محضرشان را بسیار ارزان از دست میدهیم. تئاتر نوت داونتاون لس آنجلس 6 ماه پیش. به تماشای نمایشنامه سنجاقک، تازه ترین کار بیژن مفید، نشستیم. نمایشنامه با یک پیام انسانی و ظرافتی در شیوه بیان و الغای این پیام. برای چندمین بار به این نتیجه میرسم که وقتی یک روشنفکر رسالتش را که دیدن است و بازگو کردن، حس کردن است و انتقال دادن، متأثر شدن است و متأثر کردن با چنین ایمانی انجام دهد، حتی اگر یک نفر را هم وادار به اندیشیدن کند، اگر تنها یک نفر را به فکر بیندازد که دنیای اطرافش را با دیده بازتری بنگرد، چه کوشش قابل تحسینی کرده است. داستان سنجاقک حکایت کشته شدن سهراب است به دست رستم که همه ما بارها و بارها آن را خوانده‌ایم، ولی معلوم نیست چند تن از ما توانسته این آنچه را که بیژن مفید
در دل این داستان دیده است ببینیم. حکایت کشته شدن پسر به دست پدر با وساطت افراد سیاه دل و خیانتکاری که عشق را سم می دانند و نفرت و قتل و کشتار جنگ را لازم، انسانهایی که از نقطه ضعف دیگران بدان گونه استفاده می کنند که همواره خواسته خود را پیش ببرند. در این نمایشنامه بیژن مفید از پایگاه بلند یک روشنفکر متعهد و مسئول نسبت به مسائل و غم مردم جهان سخن می گوید و اعجاب برمی انگیزد. با چنان دقتی این قصه تکراری قرن را از سر نو می سراید و در گوش و کنار جهان نظایرش را می یابد و بر آنها انگشت می گذارد که تو حیران می مانی از اینکه یک انسان چگونه تک تک سلول های بدنش از رنج دیگران در رنج است و از بی‌عدالتی و نامردمی بیزار. ای کاش فریاد او را همه می شنیدند، ولی حیف. دفتر رادیو امید 6 ماه پیش. بیژن مفید وارد می شود. در دستش یک بسته کتاب و نوشته است: کتاب های داستان کودکان. اینها را 2-3 ماه پیش به او وام دادم تا با استفاده از برخی قصه ها یک برنامه رادیویی ویژه کودکان را راه بیندازد. کار راه اندازی برنامه بچه ها مرتب به تعویق می افتد و بالاخره بیژن مفید کتاب ها و قصه ها را برایم پس می آورد. حالش خوش نیست. انگار در عالم دیگری است. زیاد به آنچه پیرامونش می‌گذرد توجهی ندارد. خیلی لاغر شده است. ظرف 6 ماه گذشته چندین بار سر و کارش به بیمارستان افتاده است. نیمه شب و به حالت اضطراری. زیاد به حرف پزشکانش گوش نمی‌کند و تغییری در برنامه روزانه‌اش نمی‌دهد. انگار از آخر عاقبت کار واهمه‌ای ندارد. بسته را روی میز می‌گذارد و می‌گوید حال و حوصله ندارم، باشد در یک فرصت دیگر برنامه را جور می‌کنم. حالا نمی‌توانم. کتاب‌هایت را ببر مبادا گم شوند. این آخرین دیدار ما بود. حیف از بیژن مفید. کاش کمی هم دلش به حال خودش می‌سوخت. جمعه 16 نوامبر 1984. در شهر قصه ها کتابش خورشید قرن ها چشمان خسته ما را مدد نکرد، هرچند گاه دمی یک نور ناب در پهنه افق در دور دست دور سوسو زد و برفت. اما دریغ، ما شوق ملاقات نور را نداشتیم، ما ارج تابش ستاره را نشناختیم، ما بی خیال تلألو یک شیشه را از برق یک ستاره فراتر گذاشتیم. آنگاه روز فاجعه
در حسرت دیدار نور ناب، در ژرفنای تاریکی غروب فریاد شکوه به لبها گذاشتی. آن روز در غم از دست دادنش اندوهگین و نوحه‌گر شدی. بیژن نقاش شهر کوران و زخم زن دیار کران بود و فریاد درد بیداری، آنچه برای قصه گو بیشک حرام بود. در شهر قصه ها یک قصه گو باید تو را به خواب گرانی فرو برد، خواب گران بیغمی. بیژن این قصه گوی شهر غم ما را به خواب نبرد، ما را کرخ نکرد، بر جان من ضربه زد. شاید به این دلیل بر آنچه گفت گذاری نداشتیم. بیژن این قصه گوی شهر ما هر ذره پیام را بر مرکب قطره ای از خون خود نشاند، در جام جان ما چکاند. آن جام ها چه شد؟ از من مپرس. آیا دمی دل را به روی بال پیام او گذاشتیم، یا بی اعتنا تحلیل رفتن وی را نظارگر شدیم؟ من خوش روز در اشتاری ستار خان.
در اجرایی که بیژن مفید از شهر قصه در شهر لس آنجلس داشت در همان سالها، یک قطعه به برنامه خودش و به این نمایش اضافه کرده بود و اون هم همین ستارخان بود که به مناسبت وقوع انقلاب و ایجاب کردن آن زمان بیژن مفید اون رو سروده بود و در بین فاصله دو بخش تئاتر شهر قصه خودش خوند این رو. یادش گرامی باد، روز 11 نوامبر در گیندی اودیتوریوم در امریکن جوش یونیورسیتی ساعت 6 بعد از ظهر یادمان بیژن مفید با همراهی هنرمندان و دوستان او که از او سخن خواهند گفت و همچنین اجرای تئاتر خاله سوسکه که برداشتی است آزاد از شهر قصه توسط شاهرخ مشکین قلم اجرا خواهد شد و روی صحنه خواهد رفت. و اگر اطلاعاتی میخواهید میتونید به رسانه‌های اجتماعی من مراجعه کنید یا به آگهی‌هایی که در همین برنامه پخش میشه توجه کنید. اینجا رادیو ایران 670 AM KIRN سیمی ولی لس آنجلس، The heart of Southern California's Persian community. Since 1999. Radio Iran. ایرانیان پس از 4 دهه، روایت ماندگاری. خب یاران، به بخش دوم برنامه امروز ایرانیان پس از 4 دهه، روایت ماندگاری خوش آمدید. امروز شنبه 3 ماه نوامبر سال 2018 میلادی برابر با 12 آبان ماه 1397 خورشیدی است. میزبان همراه امروز من دکتر ماندانا زندیان هستند که در دنباله برنامه به اتفاق ایشان به ادبیات و نسل دوم ایرانیان مهاجر خواهیم پرداخت. با ما باشید. خانم دکتر ماندانا زندیان، صبح شما بخیر. وقت شما بخیر و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه. خب ما منتظریم ببینیم برای ما چه دستاوردی دارید امروز. خواهش میکنم. بله خانم سرشار، همونطور که شما توضیح دادید، امروز سر تا سر ساعت دوم برنامه رو به نسل دوم ایرانیان مهاجر میپردازیم، به جوانانی که میدونم شما هم مانند من خیلی دوستشون دارید. اجازه میخوام قبل از اینکه وارد بحث اصلی برنامه بشیم، صدای شعرخوانی خانم ژیلا مساعد رو با هم گوش بکنیم و این رو به عنوان شادباشی از سوی من و بخش شعر برنامه شما برای خانم مساعد و برای شعر فارسی به دلیل عضویت خانم مساعد در کمیته داوری نوبل ادبیات بپذیریم. چالی، با هم گوش میدیم. امشب میخواهم تنها ترین زن این سیاره باشم. امشب میخواهم خون دلم شده در بچه دان هر مادری باشم. امشب میخواهم آویزان بر همه دارها تاب بخورم. امشب میخواهم خود را در آن چاهی بیاندازم که قدیس میزاید. پاهای من کجاست؟ امشب در درون من بمباران است. کسی نباید بداند چرا همه مردم درون من آماده مرگند. تو از کدام درز در وارد شدی؟ سرت را نزدیک تر بیاور. در حنجرت حروف مرده را جمع کرده ای، می دانم. چشمانت را ببند، ساکت باش. من از نگاه وحشت دارم، من از کلام خستم، سوراخ‌های روحم از آن است. چه کنج خوبی دارد این اتاق که میتوانم بدون آن که دیده شوم به جای همه داغداران بگریم، که میتوانم به صورت همه جلادان تف کنم و نگاهم را چاقو کنم در تاریکی و تاولهای این سیاره محزون را یکی یکی قطع کنم. نفس بکش با من. من امشب رهاترین زن این سیارم. خب
خب خانم سرشار، در ادامه برنامه در بخش اول ابتدا به چند ترانه گوش میکنیم و در بخش دوم و سوم دو مصاحبه خواهیم داشت با آقای آیدین کیافر و خانم شعله ولپی که هر دو از نسل دوم ایرانیان مهاجر هستند. چه برنامه خوبی، با اشتیاق همراه با شنوندگان من هم می نشینم و گوش. نخستین اثری که با هم صحبت کردیم و می دونم که شما هم دوست داشتید این کارو، اثر جدید خانم شادی امینی است با عنوان آوای زن. خانم شادی امینی شاعر، آهنگساز و خواننده، زاده سال 1365 خورشیدی 1986 میلادی در تهران هستند. دانش آموخته مهندسی شهرسازی هستند. در 24 سالگی از جغرافیای ایران بیرون آمدن و در حال حاضر در رشته هنرهای تصویری در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC درس می‌خونن. از اعضای پاکسا هستند، همونطور که می‌دونین، Persian Academic and Cultural Student Association، که برنامه‌های فرهنگی، فرهنگ در معنای فراگیر این واژه رو تنظیم می‌کنن. برنامه‌های خیلی خوبی هم دارن. بله، داشتم برنامه‌شون بودن. من هم به همچنین. خانم امینی به نظر من تجسد یک شهروند هزاره سومن، یعنی یک انسانی هستن آگاه، حساس و مسئول در برابر اتفاقاتی که پیرامونشون می‌افته. اگر موافق باشید به ترانه آوای زن با شعر و اجرای شادی امینی گوش می‌کنیم و بعد با هم صحبت می‌کنیم. حتماً. خط می کشیدم روی احساسم، از عشق لالایی برات خوندم، گفتی صدای عشق ممنوعه، من اما پای این جنون موندم، دنیای من زندون شد از فکرت، از دل خوشی هم چیزی یادم قد کشیدی مثل یک باور، صدام مخالف بود گفتی نیست، آواز مادر مثل بارون بود، من توی صداش دریا رو فهمیدم، زمزمه کردم آرزوهامو، وایستادم از هیچی نترسیدم، کردم و این شد هرچی عقب رفتم برات کم بود، پا پس کشیدن راه حلش نیست، وقتی میدونم خوندن حقم بود، اونی که دستاش گرمی خونه هست، بغزش یامره از تو پنهونه، آخر دنیا بگو ممنون، مادر بازم با عشق میخونه. خب چقدر ترانه زیبایی بود، فوق‌العاده زیباست. خانم سرشار، یکی از ویژگی‌های آثار اجتماعی خانم شادی امینی که همیشه توجه منو جلب کرده و در این اثر خیلی بیشتر جلوه داره، شکل و شیوه برخوردش با مسائل اجتماعیه. من یه پرانتز البته اینجا باز کنم، به نظر من هر اثر هنری، حالا در هر گستره‌ای، یک بار توسط هنرمند آفریده میشه و بعد به شمار مخاطبانش باز آفرینی میشه، به این معنی که
برداشت و دریافت من از مثلا همین ترانه خانم امینی میتونه کاملا متفاوت باشه با برداشت یک نفر دیگه و ممکنه که الزاماً برداشت هیچ کدوم از ما هم منطبق بر اندیشه و عاطفه شاعر نباشه. و من فکر میکنم اصلا این زیبایی هنره، چون در ذات خودش چند صداست، اصلا بر نمیتابه که یک تک صدایی برش حکومت کنه به طور قاطع. خانم شادی امینی در این ترانه هم که شنیدیم روی صحبتش فقط با نهاد قدرت نیست، فقط یا بر با اون فردی که ایستاده بر فراز نهاد قدرت نیست، روی صحبتش با همه ماست، با همه مردان و زنان و از جمله خودش. ترانه رو با فضایی باز میکنه که لالایی خواندن مادر برای فرزندشه. حداقل برای من اولین تصویری که میاد توی ذهنم خلوت یک اتاقی در یک خانه است، چون به احتمال زیاد آدم وقتی میخواد فرزندش رو خواب کنه براش لالایی بخونه میره یک جایی که هیچ کس به جز اون مادر و فرزند نیست. الینور روزولت در جایی گفته که مسائل مربوط به حقوق بشر و حق خواهی و برابری خواهی همیشه از یک جایی شروع میشه، از یک اتاق کوچکی شروع میشه که به ظاهر انقدر کوچیکه که اصلا دیده نمیشه. ممکنه اتاق کوچیکی در یک خانه باشه، ممکنه یک کلاس درس باشه، بعد یک اتاقی که محل کار آدمه، ولی هر کدوم از این اتاقهای کوچک نادیدنی برای اون فرد انسانی که در اون اتاق جهان اون آدمه. و او معتقده که این مفاهیم اگر در اون اتاقهای کوچک معنا نشن، هرگز در هیچ جای جهان معنا نخواهند شد. من چه زیبا گفته. خیلی زیباست. من فکر میکنم خانم شادی امینی تردیدها رو، پرسش رو، نقد رو، ایستادگی رو، مخالفت رو، مبارزه رو در برابر همون آدمایی که تو اون اتاقهای کوچک نادیدنی هست قرار میدن. خانم سرشار، من اجازه میخوام چند تا جمله اینجا بگم حالا که داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. برنامه شما هم تقریبا یک ساله که داره روایت 40 سال گذشته رو بازخوانی میکنه. من به عنوان یک پرسش یا یک پیشنهاد دوست دارم یک صحبتی رو در واقع جای بدم در این بازخوانی که میکنیم. و اون این که هر کدوم از ما به ویژه کوشندگان سیاسی برون مرز بیایم از خودمون بپرسیم که تمام کارهایی که انجام دادیم در عرض 4 دهه گذشته، صحبتهایی که کردیم، مطالبی که نوشتیم، آیا واقعا در اون اتاقهای کوچک نادیدنی به گفته ی الینور روزولت اول برای خودمون معنا شده بوده؟ آیا ما در عمل وفادار بودیم به سخنرانی هایی که کردیم، به مصاحبه هایی که کردیم، به مقالاتی که نوشتیم؟ آیا در اون اتاقهای کوچک چقدر سلطه جویی و سلطه پذیری و یا برعکس احترام به حریم و حق و حرمت خودمون اول و بعد دیگران جای داشته و ما کجای اون ایستاده بودیم؟ و پرسش واقعی من اینه که از خودم هم دارم اینو میپرسم و فکر میکنم حداقل پیشنهاد منه که هممون از خودمون بپرسیم، آیا امکان داره دلیل اینکه در اون جهان بزرگتر سیاست در بیرون از اون اتاقهای کوچک ما اون نتیجه رو که میخواستیم نتونستیم بگیریم این بوده که این مسائل توی اون اتاقهای کوچک برای خودمون معنا نشده بوده؟ در نتیجه اونطور که خانم روزولت میگه هرگز نتونسته بیرون از اون اتاقها هم معنی بشه. گمان میکنم که پاسخ شما رو برای بسیاری دارم، برای خودم هم دارم، ولی فکر خوبی رو باز کردید. اجازه بدید بیشتر در موردش در یه برنامه دیگه صحبت بکنم. خانم سرشار، نسل خانم شادی امینی یا مثلا خانم مسیح علی نژاد، من فکر میکنم نسلیه که به قول خانم علی نژاد میگه من انقلابم رو از خونه خودم شروع کردم. وقتی از اون اتاق کوچکی در یک روستای کوچک نگفته به حجاب اجباری، طبیعتاً اون کمپین نه به حجاب اجباریش در بیرون از اون اتاق معنا شده. ولی این نسل شاید دیگه کلمات بی پشتوانه رو، کلماتی که صمیمی و حقیقی نیستن، به کار نبره. به کار نبره و اصلا نپذیره از سوی گویندگان. اجازه میخوام در اینجا به ترانه از خانم شهرزاد سپانلو گوش کنیم. شاعر ترانه زویا زاکاریان، آهنگساز فرزین فرهادی. شهرزاد سپانلو هم یکی از خوانندگان بسیار ارزنده برون مرز، از نسل دوم ایرانیان مهاجر، زاده سال 1353 در تهران و دانش آموخته جامعه شناسی و روانشناسی. خانم سپانلو هم از دوران نوجوانی بیرون از ایران بودن
و من فکر میکنم در موارد بسیاری حساسیت‌های انسانی خیلی زیبایی نشون دادن. یک ترانه که مورد نظر منه کاریست با عنوان اعتراض که در نخستین آلبومشون اجرا کرده بودن. این ترانه هم باز یک مسئله دیگر رو که ما 40 ساله باهاش روبروی مطرح میکنه و اون مطمئنم شما هم شنیدید. بسیارانی که شاید بیرون از ایران نیستن همیشه میگن که شما که اونجا هستید و راحتید و هیچ مشکلی ندارید، اصلا چه میدونید که بر ما چه میگذره؟ و ترانه اعتراض در واقع پاسخی است که یک ایرانی مهاجر داره به گویندگان چنین مسئله‌ای مطرح میکنه. در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به صحبت‌های گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158. اون زمان‌های قدیم زیر گنبد کبود میون جنگل سبز لاک درخت‌ها بنیاد هنر برگزار می‌کند. برای نخستین بار در لس آنجلس نمایش خاله سوسکه برداشت آزاد از شهر قصه به یاد بیژن مفید، کارگردان و لعبت‌باز شاهرخ مشکین قلم، راوی بشرا دستورنژاد. 2 اجرا در 1 روز، یک شنبه 11 نوامبر 2018. ساعت 2 بعد از ظهر نمایش خاله سوسکه ویژه دانشجویان، نوجوانان و خانواده‌های دارای فرزندان کوچک. ساعت 6 بعد از ظهر یادمان بیژن مفید و نمایش خاله سوسکه. مکان American Jewish University گیندی اودیتوریوم، واقع در 15600 مال هلند درایو، تقاطع مال هلند و بزرگراه 405. تهیه بلیط آنلاین www.iranyticket.com/khalesuske. تلفن اطلاعات 310-4700-800 با مدیریت سازمان هنری باترفلای باز. اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد. آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم. کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه. آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی. چی بهش گفتی اکبر آقا؟ چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه. ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی. اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول و برتر در تصادفات. 818-999-99-99. لاس وگاس امسال مال هم است. 3 شب و 4 روز اقامت در یکی از هتل‌های افسانه‌ای، کنسرت نمایش و یک دنیا فان برای هر نفر فقط $99. 844-465-8918 و ایرونی fm.com.
دکتر سام ابراهیمی جدیدترین تکنولوژی مطب خود را معرفی می‌کند. دستگاه جدیدتر کول اسکالپتینگ که درمان را کوتاه‌تر و راحت‌تر از همیشه انجام می‌دهد. ببخشید، فرق اینجور کول اسکالپتینگ با تکنیک‌های دیگه چیه؟ با این تکنولوژی کار به قدری سریع پیش میره که تا 35 دقیقه شخص به نتیجه و احساس رضایت بخش دست پیدا می‌کنه. عوارض جانبی داره؟ مسلماً نتیجه حاصل در افراد با هم متفاوت هستن، ولی مطب دکتر سام ابراهیمی مجهز به دوال اسکالپتینگ هم هست. اون دیگه چیه؟ یعنی شما در حالی که نشستی تلویزیون تماشا می‌کنید، همزمان چربی چند ناحیه برای همیشه داره آب میشه. منظورتون اینه مثلا در یه زمان هم چربی بازو و هم چربی شکم آب میبرن؟ دقیقاً. پس هزینه‌اش حتما خیلی زیاده. قیمتشون حرف نداره و بسته به ناحیه درمان، تعداد ویزیت و هدف نهایی قیمت‌ها متفاوت هستن. چارش یه مشاوره رایگانه. مطب‌های دکتر سام ابراهیمی در انسینو و گلندل. 818-900-2700 818-900-2700. شرکت ها سریعتر از هر زمان از کالیفرنیا خارج می شوند. رتبه اعتباری کالیفرنیا در آمریکا از آخر چهارم است و $300 میلیارد حقوق بازنشستگی ایالت ما تأمین نشده است. اینها باید پایان یابند. Hello, I'm Greg Conlon running for state treasurer. برنامه گرگ کانلن نگه داشتن شغل ها، بهبود رتبه اعتباری ایالتی و کاهش موانع پیش روی عدم پرداخت حقوق بازنشستگی است. Vote for me, Greg Conlon for state treasurer, and I approve this message. در این بخش از برنامه میزبان آقای آیدین کیافر، شاعر و دانشجوی پزشکی در دانشگاه نووا ساوت ایسترن در فلوریدا هستیم. آقای کیافر 27 ساله هستند، در آمریکا متولد شدند و به نسل دوم ایرانیان مهاجر تعلق دارند. شعر رو خیلی جدی پیگیری می کنند و اشعارشون در نشریات متعددی چاپ شده. سفر به کشورهای بسیار و آشنایی با فرهنگهای گوناگون و نیز عکاسی در کنار شعر و پزشکی ابعاد دیگر زندگی آیدین رو شکل میده. سلام آقای کیافر عزیز، به شهر لس آنجلس و به استودیوی رادیو ایران خوش آمدید. سلام، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. آقای کیافر، شعر و پزشکی در نگاهی که از بیرون بهش میشه میتونن با هم خیلی متفاوت باشن. شما همراهی این دوتا رو در خودتون برای ما کمی توضیح بدید، یا میتونم سوالم رو اینطوری بگم که شما خودتون رو چطوری تعریف میکنید؟ خیلی متشکرم که منو دعوت کردین روی این برنامه. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. ولی میبخشم من باید این جواب تو انگلیسی بگم، اگه یه ذره راحت ترم به انگلیسی بگم. کاملا راحت باشید، ولی فارسیتون هم فوق العاده خوبه. به هر زبانی که دوست دارید راحت صحبت کنید. من فکر میکنم این سوال که پرسیدین سوال خیلی خوبیه. It's interesting you mentioned that from the outside it may seem different or opposite because the supposed contrast between the two hasn't brought to my attention before on several occasions. One thing I've learned during my studies in medical school is that medicine is in fact very visual. It requires a lot of creative innovation to implement successfully, as you yourself already know being a physician. To really understand the anatomy of the human body, the biomechanical processes underlying physiological functioning, and ultimately the impact of medicine on the body. You have to be able to visualize these pathways in your mind. So the artistic aspect of poetry, particularly connecting different senses, emotions, and thoughts, in my opinion, really goes hand in hand with medicine. I've actually found that it has helped me tremendously with my studies in school, and has helped me to gain a comprehensive understanding of the human body and its interaction with medicine. So whether I'm tracing a nerve route through the body in my mind or following a metabolic pathway to understand where exactly a dysfunction may present and its symptomatic effect, the tools I've developed through poetry and art as a whole allow me to not only effectively interpret information, but also analyze and integrate different areas of medicine in a way that can ultimately help patients in my future practice. در ادامه همون پرسش قبلی من، شما فکر میکنید اینکه شما یک ایرانی نسل دوم مهاجر هستید، چه اثری روی این تعریفی داره که از خودتون دارید و چه اثری روی شعرتون داره؟ Well, I'm glad you asked that question because I honestly feel my Iranian-American heritage wholly defines me and my perception of the world around me. At first, as I was growing up, maybe this bicultural makeup of my identity was taken for granted. But as I've grown and matured, as I've seen more of the world around me, as I've met different kinds of people from all different walks of life, I realize exactly what makes me unique, and it's in large part due to my Iranian background and the hardships that my parents eventually prevailed against as immigrants in a brand new country that was completely different from their own. Mm-hmm. So as I began to embrace more and more aspects of our Iranian culture,
I noticed how so many of the cultural traditions and customs shaped the formation of my identity since I was a young child. Whether it was our mannerisms, our respect towards older generation, our collectivism mentality in which we care more about another's well-being over that of our own, taaruf, as we love to say, to our virtuous celebrations during the holidays, our connection to the earth and natural forces, and especially our overt expressions of emotionality. I really think these positive aspects of our Iranian culture have become integral parts of my identity. So with regards to my poetry, I think my Iranian heritage has influenced me both consciously and subconsciously. Mm. Looking back to when I was a child, I have vivid memories of my parents reciting poems by famous poets such as Hafez, Rumi, Sa'di during road trips, or just teaching me valuable life lessons through their timeless poetry. I also have countless memories of my parents drawing figurative connections between their senses and the world around them. These experiences, of course, have a profound effect on a developing child in ways they may never even realize. So as I got older and began to reflect more, I noticed some of these childhood influences, and I really can't deny its impact on the formation of my identity and ultimately my poetry. So as I began to write more, and as I began to share my poetry with my parents and extended family, I became more exposed to Iranian poetry. And even the nuances of the Persian language, which, as you know, is filled with metaphors and figurative speech. To me, it seems as though Farsi and poetry are a perfect marriage, in that Farsi inherently incorporates these connections in its language, which is often poetic, even in mundane daily conversations. So I think being able to understand this beautiful language firsthand and being able to incorporate it into my poetry in English was really a true blessing that made writing poetry much easier for me. Mm. And you can even see this in the progression of my poems over the years. The more exposed I've become to the Iranian culture, particularly the language and the rich history of poetry, the more figurative and metaphorical my poems have become. Additionally, I have to credit my parents and their circle of friends, who are all very deeply involved in literary arts, for their constructive criticism and their contributions towards my poetic development. آقای کیافر، هیچ وقت به ایران سفر کردید؟ I've actually visited Iran several times since I was a young child. And I visited just as recently as this past May and June. Again, I have to credit my parents for maintaining such a strong connection to the positive aspects of the Iranian culture, despite being in the United States for over 40 years. Because honestly, without their encouragement and support, I don't think my brother and I would have ever developed this connection to our motherland. Fortunately, thanks to my parents, we were able to form these strong relationships with our relatives back in Iran, which led to us visiting every 2 or 3 years as children. However, recently, with the difficulties facing my brother and I with the military service, or Sarbazi, and our exit visas, it had been several years since we had both visited. But as I matured and learned more about the history of Iran and its culture, in addition to gaining a deeper appreciation for my background and heritage, I was determined to visit Iran again as soon as possible. But this time I had a different kind of trip in mind. This time I really wanted to explore the entire country, not just Tehran, and I really wanted to integrate myself in the culture, in the language, and in the history of the country. And knowing my father's deep love for his native land, his encyclopedic knowledge of its history, and that of world history altogether, and being an architect himself, his unique insight into the architecture and the infrastructure of ancient Iranian cities, I knew the best way to fully experience these aspects of the country was to travel with my parents, and not only experience the country through my own eyes, but also vicariously through them reliving their fond childhood memories of traveling through the beautiful cities and scenery of Iran. And what a trip it was. I've been fortunate enough to travel to many different countries, and despite having visited Iran several times prior, this most recent trip to Iran is by far and away the most meaningful and memorable trip I've been on my entire life. As I told countless people in Iran and following my trip, this past trip to Iran really opened my eyes to the natural beauty of Iran, not just geographically, but also the beauty of its people, its language, and ultimately its culture. I really felt a sense of belonging being there. It was almost as though my blood could feel it was in the right environment. I felt this connection to the people, even if it was simply observing interaction on the street or having a conversation with people seated next to us at a restaurant. The collective sense of camaraderie and respect among people in Iran is something I have not observed to the same extent in any other culture or country. People in Iran really treat each other with dignity, and the hospitality of Iranians, I noticed, is second to none. Furthermore, the sheer beauty of the country, from its Swiss-like mountain ranges, its Saharan-esque deserts, Dasht Kefir, to its tropical vegetation in Shamal, and unbelievable oases in the middle of a vast desert, it seemingly has everything to offer. And not to mention the ancient historical cities. I was truly blown away by everything Iran had to offer.
and to think I belong to this beautiful country and culture. It was truly an amazing experience, one that will forever shape who I am. In fact, when I was sitting in the airport in Tehran, waiting to board my flight back to the US, I reflected back on my month-long experience and what it meant to me, what it meant to my parents, and how special it was to visit my parents' homeland with them and to see it with my own eyes. As I relived these moments in my head, I started to make a connection to a dandelion seed that travels with the wind, seemingly out of control of its own destiny. And I made this connection with the realities my parents had to adjust to as immigrants to the US just before the Iranian Revolution. So it was this metaphorical connection that inspired me to write a poem about my most recent experience visiting Iran, in which I titled Your Home, My Home, or Khane to Khane Man. خیلی ممنون میشم ازتون اگه شعر رو برای ما بخونید و اگر اجازه بدید من هم ترجمه شعر رو که کار پدر شما و استاد من آقای دکتر کیافره در ادامه اجرای انگلیسی شما میخونم. حتماً. Your home, my home. Like a dandelion seed carried by eastern winds to distant lands, you were ripped from your home. Not knowing where you'd end up, you threw fate into the breeze, hoping your new home would provide the same comfort as your last, the only one you'd ever known. Once on solid ground, you had to build a foundation. So you dug your roots deep down and started a new life on your own. Trying to stay afloat in uncharted waters, and no longer having guidance, you were forced to navigate the uncertainties alone. Reluctant to forget your past, you hoped the same winds would carry you back, until the unexpected dark veil created a separation, leaving you no choice but to condone. With each passing moon, your roots dug deeper, and then reality sunk in, drowning the optimism that had once shown. It was a calculated decision, but one you begrudgingly made, to flourish in your new climate and allow your seeds to grow. Suddenly I came into the picture, absorbing the world you provided, and only under your guiding light was I able to glow. But little did we know, amidst the nurturing comfort of my nest, that I too would be carried away once the western winds had blown. Yet this time I latched onto you, determined to carry you with me, for I knew only you could show me the way, retracing the route you had once flown. As we relived your fondest memories, we soon would unearth the true meaning of our expedition lying deep within our bones. We both were returning. For you, it was less unknown. For me, it was an awakening that even your first home was my own. Thank you. خانه تو خانه من. همچون قاصدکی که بادهای شرقی به سرزمین‌های دور می‌کشاندش، از خانه‌ات کنده شدی، بی آنکه بدانی به کجا خواهی رسید. سرنوشت خود را به بادی ملایم سپردی، با این امید که خانه نوعت همان آرامشی را برایت بسازد که خانه پیشین، تنها خانه‌ای که شناخته بودی. آنگاه که بر زمینی استوار قرار گرفتی، باید که پی می‌افکندی برای دواندن ریشه‌های تازه، عمق زمین را می‌شکافتی و زندگی تازه خودساخته ی آغاز می‌کردی. برای شناور ماندن در آب‌های ناشناخته دیگر راهنمایی نداشتی و با اجبار باید خود به تنهایی از میان نامعلوم‌ها گذر می‌کردی. بی تمایل به فراموش کردن گذشته‌ات، هماره امید داشتی که همان بادها تو را دوباره به خانه‌ات برگردانند، تا وقتی رسید که آن چادر تیره که نمی‌توانستی با آن سازگار شوی، جدایی برایت به وجود آورد. با هر ماه که بر می آمد و در می گذشت، ریشه هایت ژرف‌تر می گشتند
واقع گرایی بر تو چیره گشت و اون خوشبینی را که زمانی در تو نمایان بود در خود غرق نمود. با تصمیمی حساب شده که با ناخشنودی گرفتی بران شدی که در آب و هوای تازه‌ات شکوفا شوی و بگذاری دانه هایی که می کاشتی رشد یابند و ناگاه من به میانه آمدم تا در خود برکشم دنیایی را که تو فراهم کرده بودی. تنها در روشنایی رهنمای تو بود که من توان رشد یافتم. اما چه کم بر ما آشکار بود آن زمان که بادهای غربی وزیدن خواهند گرفت، مرا نیز از درون آشیانه پر آسایش و پرورش دهندم با خود خواهند برد. لیک این بار من به تو گره خورده بودم و اراده کرده که تو را هم با خود بکشانم، زان که بر من آشکار بود که تنها تو می توانی با برگشت به مسیری که زمانی در آن پرواز کرده بودی راه را برای من بکشایی. هنگامی که خاطرات قدیمت را دوباره زندگی کردیم، کم نپایید که بر ما آشکار گردید که معنای راستین سفر جستجوگرانه ما در عمق استخوان‌های ما نفوذ کرده بود، زیرا که ما هر دو باز می‌گشتیم. برای تو کمتر نایافته‌ای وجود داشت، لیکن برای من هوشیاری پساخوابی بود که دریابم حتی اولین خانه تو خانه من نیز بود. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. دکتر فرهاد نصر هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص کلیه و فشار خون. از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته من توجه فرمایید. 310-858-1800 هر شنبه 11:30 صبح. معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی. Retirement planning. برنامه‌ریزی مالیاتی. Tax planning. انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد. Transfer of wealth to next generation. حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو. اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری می‌کنیم. نیک کانی 1-800-861-0306. خانم دکتر آزیتا سایان در دنیای عشق جوابگوی سوالات شما هستند و به مباحث مهمی همچون ازدواج، تربیت فرزندان، افسردگی، طلاق، سکس و همجنسگرایی و هزاران موضوع متنوع دیگر می پردازند. سه شنبه 6 نوامبر ساعت 1:30 بعد از ظهر با دنیای عشق از رادیو 670 AM 310-460-2600 embracegrove.com. Blue Sky Production با افتخار تقدیم می‌کند. نیو ایر ایو امسال در یونیورسال هیلتون لس‌آنجلس با شاه گل موسیقی ایران شهرام سولتی. چقدر عزیز شدی تازگی و حسن شهرام سولتی و ستاره جنجالی صحنه ها سفیده. سفیده برای تهیه بلیط به وبسایت itsmyseats.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید و برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-223-7768 تماس بگیرید. شهرام سولتی و سپیده در آخرین شب سال 2018 31 دسامبر در یونیورسال هیلتون لس آنجلس. کدام وکیل چون ستاره ای درخشان در عرصه تصادفات می درخشد؟ آن که بی رقیب است، چرا که پرقدرت ترین و بزرگترین دفتر تصادفات در جامعه ایرانی از آن اوست. نامی درخشان در عرصه تصادفات، پیام شایانی.
وکیلی که انتخاب اول شما در تصادفات است. دفاتر پیام شایانی دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، رکورد شکن در پرونده های میلیون دلاری، دریافت کننده مدال میلیون دلار کلاب، تقدیرنامه های ایالت کالیفرنیا و کانون های حقوقی. پیام شایانی هستم. من افتخار می کنم که سالیانی است انتخاب اول شما در تصادفات هستم. 818 777 7777. پس از تصادف بی شایانی، هرگز، چرا که شما لایق بهترینید. در این بخش از برنامه میزبان خانم شعله ولپی هستیم. شعله ولپی شاعر، نمایشنامه نویس و مترجم، زاده تهران و دانش آموخته در گستره رادیو، تلویزیون، فیلم و نیز بهداشت عمومی در آمریکاست. از خانم ولپی چندین عنوان مجموعه شعر در دست است که از میان آنها میتوان از روفتاپس آف تهران، پشت بام‌های تهران و دی آوتسایدر، خارجی، نام برد. وی همچنین آثار با اهمیتی در زمینه ترجمه اشعار فارسی به زبان انگلیسی دارد: سین، گناه، ترجمه گزیده ای از اشعار فروغ فرخزاد به انتخاب و ترجمه شعله در سال 2007 میلادی توسط انتشارات دانشگاه آرکانزا منتشر شد و در سال 2010 جایزه کنفرانس ایران پژوهی را برای بهترین ترجمه متون فارسی به زبان انگلیسی از آن خود کرد. The Forbidden، ممنوع، آنتولوژی شعر شاعران ایرانی در دورانهای گوناگون از حافظ و ایرج میرزا تا نیمایوشیج، سهراب سپهری، سیمین بهبهانی و شاعران جوانتر مانند گراناز موسوی، رسول یونان و سپید جدیری است. این کتاب در سال 2012 توسط انتشارات دانشگاه میشیگان منتشر شد. The Conference of the Birds، ترجمه منطق الطیر عطار، تازه ترین اثر خانم ولپی است که در سال 2018 توسط انتشارات نورتون اند کمپانی در 384 صفحه منتشر و با استقبال بسیار منتقدین انگلیسی زبان روبرو شد. خانم ولپی ساکن لس آنجلسن و دوست دارن یادآوری بشه که بر خواندن متون فارسی بارها بیش از صحبت کردن به زبان فارسی چیرند، چون اطرافیانشون، خانواده نزدیک و بسیاری از دوستانشون انگلیسی زبان هستند و صحبت کردن به زبان فارسی کار روزانشون نیست، ولی مطالعه متون فارسی بی تردید در برنامه های هر روزشون جای داره. من در تهران به دنیا آمدم. مادرم متولد اشقابات هستش و پدرم متولد ایران و در سن 13 سالگی پدر مادرم من رو فرستادن به جزیره ترینیداد و به این صورت شد که من زندگی خانه به دوشم رو شروع کردم. در جزیره ترینیداد با خاله و مادر بزرگم زندگی کردم، به یک مدرسه خیلی کوچیکی که خواهران روحانی کاتولیک اون رو میگردوندن به اونجا رفتم و بعد از 2 سال پدر من تصمیم گرفت که منو بفرسته به مدرسه شبانه روزی در جنوب انگلستان، مدرسه دختران، و من اونجا دبیرستانم رو تموم کردم و بعد از اون آمدم به امریکا و به 3 دانشگاه مختلف رفتم: دانشگاه جورج واشنگتن، دانشگاه جانز هاپکینز، دانشگاه نورث وسترن، که هر کدومشون در یه شهر مختلفن، بالتیمور و واشنگتن و شیکاگو، و در ویرجینیا زندگی کردم، مریلند زندگی کردم، در قسمت‌های مختلف کالیفرنیا. برای همین یک زندگی کامل خانه به دوشی رو تا این مدت داشتم. خانم ولپی، بسیاری از ایران شناسان نسل پیش از شما و من که زبان اولشون زبان فارسی نیست، بیشتر به ترجمه شعر کلاسیک فارسی پرداختن و یا حد اکثر مثلا تا شعر فروغ فرخزاد پیش آمدن. شما هم البته شعر کلاسیک فارسی رو ترجمه کردید، ولی شعر امروز ایران رو به معنای دقیق تر شعر دهه های بعد از انقلاب اسلامی رو
تا اونجایی که من میدونم شاید هیچ مترجمی به اندازه شما به طور پیگیر و مستمر به زبان انگلیسی ترجمه نکرده. به این معنی که شما با نشریات معتبر در این زمینه ویژه نامه های مهم تهیه کردید، 3 عنوان آنتولوژی تنظیم کردید و کارهاتون رو با ناشران معتبر دانشگاهی در آمریکا منتشر کردید. لطف میکنید ابتدا کمی درباره ترجمه پیگیر و حرفه‌ای شعر فارسی برای ما صحبت کنید. در مورد فلسفه ترجمه برای من در شعر، ببینید فارسی و انگلیسی مثل آسمون و دریا میمونن. تنها کاری که من میتونم انجام بدم به عنوان یک شاعر مترجم اینه که آسمون رو در دریا انعکاس بدم، یعنی اون ستاره های متحرک در آسمان، ابرهایی که حرکت می کنن، ماه و مهاجرت پرندگان، داستانی است که در آسمان هستش که من در روی صفحه دریا منعکس می کنم. ادبیات در یک زبان فقط کلمات نیست. ادبیات شامل تاریخ خیلی مملکت و انسان ها هستش، شامل احساسات هستش، شامل یک دنیایی هستش که به همون صورت در یک تمدن دیگه ممکنه به نوع دیگه‌ای وجود داشته باشه. به این علت به عنوان یک شاعر مترجم وقتی که من یک شعری رو از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه می کنم، در حقیقت باید به قول فروغ وقتی که میگه تولدی دیگر، باید به این شعر من تولدی دیگر بدم در زبان دیگه. از ابزار شاعری خودم در زبان انگلیسی استفاده می کنم تا بتونم چیزی رو که ارائه میدم به زبان انگلیسی شعر باشه، نه فقط کلمات، نه فقط معنا. چرا که ما کتاب راهنمایی که ترجمه نمی کنیم، ما داریم شعر ترجمه می کنیم و شعر وقتی که به هر زبانی خونده میشه باید اون ارتباط روحی رو با خواننده برقرار کنه. و اگر من به عنوان یک شاعر مترجم شعری رو از زبان فارسی بیارم به زبان انگلیسی و اون انگلیسی زبان اون شعر رو بخونه و اون ارتباط رو باهاش با اون شعر برقرار نکنه، من اون وقت قاتل هستم. یعنی چی؟ قاتل اون شعر. شعری که از زبان فارسی منتقل کردم به زبان انگلیسی ولی اون حالت و قدرت شعریش رو از دست داده. بر همین من سعی می کنم همیشه شعرهایی که انتخاب می کنم برای ترجمه شعرهایی هستش که اولا می تونم یا با کمک شاعر یا با کمک استادان معنای اون شعر رو درک کنم، و وقتی که معنای شعر رو درک کردم من اون شعر رو اون وقت می تونم هضم بکنم، و وقتی که هضم کردم میشه جزء بدن خودم. برای همین وقتی که اون رو به انگلیسی ارائه میدم از وجود خودم ارائه دادم و از زبان شاعری خودم در زبان انگلیسی استفاده کردم تا بتونم اون رو به عنوان یک قطعه ادبی ارائه بدم. شاید برای همین هستش که هر بار که هر قطعه رو ترجمه می کنم فوراً در یکی از جورنال های سطح بالای امریکا یا انگلستان فوراً چاپ میشه. برای اینکه ادیتورها و خواننده ها وقتی این شعرها رو می خونن اونها رو به عنوان شعر می بینن نه به عنوان ترجمه. این شعرها هر کدوم تولدی نو در زبان انگلیسی دارن و من خودم به عنوان یک شاعر همیشه این امیدواری رو دارم وقتی که دیگران شعرهای من رو به زبانهای دیگه برمیگردونن اونها هم این مسئولیت رو احساس کنند. علتی که من ترجمه میکنم
کارهای ایرانیان عزیز رو این هستش که من واقعا از ته روحم این رو قبول دارم که ادبیات یعنی شعر، داستان‌ها پلی هستش که ما مترجمین بین انسان‌های دو مملکت و دو فرهنگ می‌سازیم و این پل، پل نور هستش. یعنی هیچ سیاستمدار، هیچ رهبر مذهبی، هیچ کس نمیتونه اون رو با گوله و بمب از بین ببره. درسته. به نظر شما با توجه به آشنایی و همکاریتون با محیط‌های دانشگاهی در آمریکا، چرا شعر دهه‌های اخیر ایران کمتر به زبان انگلیسی ترجمه شده نسبت به اشعار کلاسیک فارسی؟ شاید علتش این بوده ماندانا جان که قبل از نسل من و شما کسانی که در حوزه ترجمه کار می‌کردند در فضای دانشگاهی بودند. خیلی از اینها ایرانی نبودند و کسانی بودند که زبان فارسی رو یاد گرفتند و شاید حتی در ایران حتی زندگی نکردن. برای همین ترجمه کارهای کلاسیک که در مورد اونها پژوهشگران و دانشمندان بیشتر نوشتن و توضیح دادن، شاید ترجمه اونها راحت‌تر یا بهتر بوده. به فکر من اینطور میرسه که این ترجمه ها در فضای دانشگاهی بوده و حالا از اون فضا تا حدی در آمده. میفهمم. در ادامه توضیح شما، من مدتی پیش این پرسش رو با پروفسور دیک دیویس هم در میون گذاشتم. میدونیم که دکتر دیویس ترجمه ها و مقالات درخشانی در پیوند با ادبیات کلاسیک فارسی دارن، از ترجمه شاهنامه فردوسی و مقالاتی در این باره که من شخصا نظیرش رو ندیدم تا ترجمه اشعار حافظ، جهان ملک خاتون، فخرالدین اسعد گرگانی و دیگران. برداشت من از توضیحات پروفسور دیویس به پاسخ شما نزدیک بود. در امتداد آنچه که شما درباره فضای دانشگاهی و نتیجه پژوهش‌ها و نقد‌ها و تحلیل‌های آثار ادبیات کلاسیک فارسی گفتید، به نظر من هم آمد که ایرانی که در اندیشه دست کم بعضی از اساتید ایران شناس مترجم اون نسل هست، بیشتر ایده ایرانه. ایرانیه که در متون دانشگاهی تصویر شده و با واقعیت ایران سال 1397 خورشیدی فاصله های اقیانوسی داره، تا اونجا که دکتر دیویس به من گفتند اصولاً با حضور مسائل روزانه در شعر شاعران هم نسل ما راحت نیستند و شعر فارسی به طور مشخص شعر فارسی و نه شعر در معنای فراگیر براشون تعریف دیگری داره. یعنی با شعر جهان ملک خاتون که از شاعران محبوب او و من هم هست ارتباط معنیدارتری دارن تا شعر سیمین بهبهانی. حتی اسم این شعر هست The Outsider و در کتاب Rooftops of Tehran از Red Hand Press چاپ شده. The outsider. I know what it's like to be an outsider, a khariji. I know how English sounds when every word is only music. I know how it feels not to be an American, an English, a French, call them amerikayi, انگلیسی, فرانسوی, see them, see me as alien, immigrant, ایرانی. But I've been here so long, they may call me an American with an American husband and American children. But mark this, I do not belong anywhere. I have an accent in every language I speak. خارجی. می دانم چگونه است بیگانه بودن. An outsider. می دانم چگونه است این زبان وقتی هر واژه‌اش فقط موسیقی است. می دانم چه حسی است آمریکایی نبودن، انگلیسی یا فرانسوی و خواندنشان American, English, French.
نظارشان هنگام که مرا می‌بینند چون یک خارجی، یک مهاجر، یک ایرانی. آنقدر اینجا بودم که دیگر آمریکاییم بنامند، با شوهری آمریکایی، بچه‌های آمریکایی. آگاه باشم ما که اهل هیچ کجا نیستم، در هر زبانی مرا لهجه ایست. خب، سپاسگزاری میکنم از کارگردان فنی برنامه و مدیر تولید رادیو سیامک ثابتیمانی برای همراهی مهربانانش. در ساعت اول با بهره گرفتن از آرشیو خودم یاد بیژن مفید را گرامی داشتیم و یادی هم کردیم از دوست و همکارم در رادیو امید ایرج گرگین و همینطور ثابتیمانی عزیز. سخنان دوست نزدیک بیژن مفید کامبیز قائم مقام را شنیدید و بخش‌هایی از نمایش‌های مشهور بیژن مفید که همگی امروز کلاسیک شدند. در بخش دوم سپاسگزار دکتر ماندانا زندیان میزبان همراه هم هستم و مهمانان گرامیشان آیدین کیافر و شعله ولپی با قطع شعری از ژیلا مساعد و صدای دلنشین شادی امینی و شهرزاد سپانلو. و سپاسگزار مهر همه شما یاران خوب این برنامه هستم. یادمان باشد هر که نامخت از گذشته روزگار نیز ناموزد زهی شاموزگار. خدا نگهدار.